چند پیش فایزه هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگویی که به صورت زنده از اینستاگرام انصاف نیوز پخش شد حاضر شده و در مورد مسائل مختلفی چون انتخابات و کاندیداهای اصلاح طلب پخش فایل صوتی ظریف مسئله فلسطین و غیره به سوالاتی پاسخ داده بود خلاصه از آن گفتگو را میشنوید فایزه هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره انتشار فایل صوتی ظریف و تاثیر به انصاف نیوز میگوید به عقده من با انتشار این فایل صوتی ظریف خائن و یا قهرمان نشد این نوار برای سوزاندن ظریف منتشر شد او را قهرمان نمیدانم چون مردم کلیات آن حرفها را میدانستند فقط از یک سری از جزئیات با خبر شدیم وقتی ظریف در این حد با این سیاست ها موافق نبوده می توانست استعفا دهد کار بزرگ ظریف همان برجام بود ظریف و روحانی عملکرد قابل دفاعی ندارند اما خائن هم نیستند چون دروغ نگفته است حداقل با این فایل صوتی تکلیف همه مشخص شد و من این را فهمیدم که نباید رأی بدم چون قبلا شک داشتم این فعال سیاسی درباره گزینه های مورد نظر اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 در جبهه اصلاحات گفت در ابتدا به اصلاح طلبان این را وارد میدانم که آنها از مردم فاصله گرفتند و از اصلاحات هم دور شدند به جای آسیب شناسی توپ را در زمین شورای نگهبان و اصولگرایان میاندازند سراغ کسانی می روند که می دانن رأی می آورند و به شایستگی افراد توجه نمی کنند. مثلا ظریف و جهانگیری می اختیارات زیادی نداشتند اما بعد اینها را برای انتخابات در نظر می ظریف و جهانگیری ادامه وضع موجود هستند اگر می همین الان کاری می کردند. مثلا آیا تا به حال از پزشکیان که در مجلس است صدای شنیده شده؟ اگر رئیس جمهور شود شغل غمر می کند؟ تا هم برای ریاست جمهوری نیامده است و شرایطش فرق دارد رئیسی هم زیادی در قوه قضایی حرف میزند اما در عمل چیزی نمی بینیم. اخیرا گفتند 700 نفر در قوه قضایی برکنار شدند اما ما اسمی ندیدیم حتی شنیدیم یک سری از قضاتی که برکنار شدند به آنها سمت بالاتر دادند علی متحری که در مواضع سیاسی شجاست اما در مواضع فرهنگی و حقوق زنان خوب نیست کسی باید رئیس جمهور شود که زن و مرد را برابر بداند محسن در این شرایط نمیتواند کاری کند اما به توانایی او اعتقاد دارم این نماینده ای مجلس سابق درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات میگوید حاکمیت قانون در کشور از بین رفته است روحانی به این وضعیت واکنش نشان داد اما چرا دولت مردان ما در آخر دولت ها یادشان میآید که باید کاری کنند اگر روحانی همین روش را دنبال می کرد وضعیت بهتر بود اگر زورش نمی حداقل اعلام موجودیت می فایزه هاشمی درباره رأی دادن یا ندادن خودش در انتخابات از آن کرد من برای رأی ندادن یک استراتژی دارم این رأی ندادن می تواند به یک مفهوم تبدیل شود با رأی دادن شما به سیاست های غلط مشروعیت می دهید این کار انجام دهیم این همه رأی دادیم چه چیزی درست شد دوره اول در سال 92 را درست به روحانی رأی دادیم چندین سال است در حال مذاکره هستیم و هر بار به حالت اول برمیگردد قبلا به شوروی و آمریکا فوش میدادیم اما رابطه ما با شوروی برقرار شد رابطه با آمریکا هم اصلاح کنیم نمیتوان برنده شدن اصولگرایان را خیلی منفی دید جناب ترقی هم گفت اگر هم رابطه ای با آمریکا برقرار شود توسط اصولگرایان است او درباره اختلافهایش با حسین مرعشی در حزب کارگزاران گفت با جناب مرعشی اختلاف نداریم اما ایشان به این دلیل که سخنگوست باید یک سری از حرفها را بزند که خلاف واقع است ایراداتی به حزب کارگزاران دارم و به این دلیل مدت هاست به حزب نمی رویم. به جناب مرعشی گفتم این حرفهایی که درباره من گفتید هیچ کدام واقعیت ندارد گفت اگر میخواهید اصلاحش کنم اما من قبول نکردم و به گفتم تخریب شخصیت چیز خوبی نیست حرفها و عملکرد مرا نقد کن و بگذار دشمنهای ما در حزب آن حرفها را بزنند او درباره ماجرای توهین یک خانم به متحری گفت قبل از اون دختر خانومی هم به من پیشنهاد مناظره داده بود من طرفدار گفتگو هستم و دخترها را هم دوست دارم اما گفتن این فرصت را به من نمیدن که با آنها گفتگو کنم ببینید اول انقلاب راست و چپ میگفتن الان اصلاح طلب و اصولگرا این دو اسم هم دیگر بی شده است الان بی اخلاق ترین و بی اصول ترین حتی در مسائل دینی اصولگرا هستند و دیگر اصلاح خواهان اصلاح نیستند این اسما باید عوض شود مساق آن هم نوار خانومی است که درباره متحری حرف زده بود اول اینکه از کودکان نباید سوء استفاده کرد و به جای توهین بیایند و انتقاد کنند آن بچه تقصیر ندارد و به او یاد دادند یک نمونه بی اخلاقی اصولگرایان بود به اصولگران باید خوارج گفت چون آنها همین کار را کردند و گفتند حضرت علی از دین خارج شده البته همه اصولگرایان را نمیگویم میگویند می دین اما برخلاف آن عمل می کند. می توان اسم آنها را منافق هم نامید به برخی از اصلاح طلبان که باعث نامیدی در جامعه شدن می حزب باد یا بادیون گفت البته چون دنبال استمرار هستند میتوان با آنها بقاییون هم گفت او درباره ویژگی جریان احمدی نژاد تصریح کرد تکلیف آنها هم که مشخص است آزموده را آزمودن خطاست هنوز هم چوب سیاست های احمدی نژاد را میخوریم اما میان مردم خیلی هم محبوب هستند یکی از دلایل آن یارانه است البته آن را یک خیانت میدانم یک سری روابط با مراکز قدرت داشت و مردم فکر کردن شجاست جایی که باید ایستادگی میکرد نکرد و در جاهایی که فرقی نداشت در چارچوب منفعت شخصی ایستاد هاشمی درباره ماجرای پیشنهاد معاون اولی احمدی نژاد به او توضیح داد یک آقای آمد و پیشنهاد داد تا من معاون اول او شوم یک سری استدلال مطرح کردند که به نظر من قابل قبول نبود اما جناب احمدی نژاد در بیانیه‌ای به کلک نیروهای امنیتی اشاره می کند که این نشان داد حرف من درست بوده است این فعال حوزه زنان در پاسخ به انتقادهای مسیح علی نژاد به او گفت من از جریان مسیح علی نژاد از این جهت دفاع کردم که به زنان شجاعت میداد ما نباید مسائل را شخصی کنیم ایشان به من انتقاد کرد و نظرش را گفت اما دلیلی ندارد نظر من نسبت به حرکت او عوض شود البته تعریف من ربطی به شخصیت خانم علی نجات ندارد خانم علی طوری صحبت کرد که انگار من هنوز دختر رئیس جمهور هستم زندان رفتم و پایینتر از این دیگر نیست فایزه هاشمی درباره ماجرای رای ندادن او به پردیس دانشگاه به انصاف نیوز گفت من از دادگاه برای بازگشت به پردیس حکم گرفتم اما مرا قبول نکردند فضای بیرون پردیس گلوگیاه دارد و در ماه یکی دو بار روزنامه میخرم آنجا می نشینم. کمباری سراست دانشگاه گفتن اینجا ننشین بعد فریختگان نوشت من و نگهبان با هم درگیر شدیم البته دروغ بود نگهبان از من عذرخواهی کرد که دستور است و ما کاری نیستیم بنا دارم بازم با آنجا بروم چون حق گرفتن نیست البته فکر کنم به خاطر اینکه از دست من خلاص شدن میخوان رشته حقوق را کلا حذف کنند این فعال سیاسی درباره نظام میان اسرائیل و فلسطین به انصاف نیوز گفت این مسئله پیچیده است اسرائیل بود و جنایتکار است اما در سیاستهای ایران تناقضهایی وجود دارد الان روسیه هم کریمه را گرفته اوکراین و اروپایی هم اعتراض کردند اگر قصب بد است پس چرا با روسیه بهترین روابط را داریم چقدر از سرزمین های ما به دست شوروی افتاد مسئله اسرائیل هم مثل کریمه و قرارداد ترکمنچای و سرزمینهای تجزیه شده دیگر است بنابراین نمیتوان سیاستهای دوگانه داشت او تاکید کرد کشته های مردم مسلمان سوریه بعد از بهار عربی حدود 500 هزار نفر است در کنار کل کشته های فلسطینی دقیقا بگذاریم کشته های سوریه بیشتر است اگر مسلمان کشی بعد از چرا در سیاست مسلمان کشی در سوریه انگشت اتهامات زیادی به طرف ماست البته بارها اعلام کردیم که نقش مستشاری در آنجا داریم تا کی می توانیم این سیاست های دوگانه را ادامه دهیم فلسطینی ها سنی هستند وقتی به درستی از حقوق آنها دفاع می کنیم چرا از سنی های خودمان حمایت نمی کنیم سنی ها در ایران تحت فشار هستند با این تناقض ها دفاع از فلسطین به دل ما نمی نشیند البته مشکباران هم خود فلسطینی ها شروع کردند یک دادگاه اسرائیلی حکم تخلیه داد و این اتفاق افتاد وی درباره برخورد فرانسه با معترضین به مسابه فلسطین تاکید کرد کشورهای اروپایی باید مهد دموکراسی باشند بنده با این سیاست موافق نیستم فایزه هاشمی در انتها درباره اینکه رئیس جمهور آینده چه کسی خواهد شد افسود با این شرایط فعلی قطعا یک اصولگرا رئیس جمهور می شود. طبق نظر ها رئیسی رئیس جمهور است اما رئیسی دو سال است که کار تبلیغاتی می کند اما اگر موج مشارکت شکل بگیرد اصلاح طلبان پیروز می شوند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار